سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه با قسمت نهم آپارات گیم شو در خدمتتون هستیم این میشه آخرین قسمت از فصل اول آپارات گیم شو بدون در نظر گرفتن ویژه برنامه نوروزیمون که براتون آماده کردیم و چهارم فروردین براتون از طریق آپارات پخش میکنیم خیلی خوشحالیم که توی این مدت همراه ما بودید و واقعا خیلی تجربه خوبی بود برای تیم آپارات گیم که تونست برنامه آپارات گیم شو رو در واقع براتون تهیه و پخش بکنه حتما حتما نظرات انتقادات پیشنهاداتتون رو ما بگید و ما سعی میکنیم که حالا نظراتتون رو تا حد امکان برای طراحی فصل دوم آپارات گیم شو دخیل کنیم توی کار تا بتونیم برنامه بهتر و جالبتری رو براتون تهیه کنیم که بیشتر با بتون باشه با توجه به اینکه فصل سوم و گیم چند روز پیش شروع شد ما تصمیم گرفتیم که توی بخش اخبار قسمت نهم و گیم شو نگاهی بندازیم به سال 99 برای آپارات گیم ببینیم که چه خبر بود چه اتفاقاتی افتاد و کلا اوضاع چه جوری بود در واقع به همین خاطر من اینجا در کنار آقای احمدی مدیر آپارات گیم هستم و میخوام بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم راجع به هم فصل سوم آپارات گیم و هم اینکه آقا چه خبر بود کلا تو سال 99 برای آپارات گیم و چی کارا کردن و چه اتفاقاتی در واقع رخ داد آقای احمدی سلام دانیال عزیز سلام گیمرا آپارات گیمیا و بیننده های عزیزمون خوشحالم که اینجا در خدمتتونم خب بریم یه نگاهی بندازیم ببینیم فصل سوم چه, چه خبر سه بود فصل چه خبر بود چی آره بود با خودش؟ الان کلیپ فصل سر هم دیدیم هفت تغییر خیلی مهم داشتیم خب اکثر بیننده در جریان فصل سوم هستن من میخوام یه ذره فقط باز بکنم این تغییراتو ما اومدیم در واقع کیفیت سورس یا همون کیفیت اصلی که در هشتاد هم شاملش میشه رو اضافه کردیم به سیستممون خب این خاص خیلی از را بود یه تغییر دیگه که در واقع قراره که به زودی اضافه بشه به سیستم و الان تو حالت آزمایشی هستش ذخیره در واقع استریم هستش و دیگه از این به بعد میتونن رکوردشون رو تو خود آپارات داشته باشن و نگه دارن این قول رو میدیم که خیلی زود این در واقع اضافه بشه برای همه کاربرا چون الان برخی از کاربرامون دست دارن خیلی محدوده فعلا. چون آزمایشیه و داریم چک میکنیم که بهترین در واقع سرویس نهایی در واقع توسعه است تغییر نام کاربری هم همونجور که قول دادیم به بیننده ها گفتیم که تا فروردین 1400 میرسونیم ولی سعی میکنیم که خیلی زودتر برسه و سه تا تغییر داشتیم که الان سه تا تغییر بالا روبی اضافه شد روبی بهترین راهیه که میشه یه استریمه رو حمایت کرد در لحظه واقعا واقعا خیلی من خودم خیلی دوستش دارم خیلی جذابه تو یه چطر... و هوای خاصی هم قسمت خیلی. چت مخصوصا اون انیمیتد گیف هایی که در واقع استفاده دقیقا. شده حالا کم کم میخوایم پک های در واقع استیکر های اضافه بکنیم بشه و خب اون بخش هی میتونه جذاب بشه اگه پیشنهادی هم بابت در واقع اون پک استفاده استفاده هایی که در واقع استیکر هست واقع. به ما بدین ما میریم دنبالش و سعی میکنیم که اونا رو هم استفاده کنیم ماشین زمان اضافه شد به سیستم که در واقع کاربر میتونه تا ده دقیقه قبل رو هم ببینه و استریمر هامون هم اومدیم از این به بعد به جای اینکه فقط یه دونه سطح بهشون بدیم دو سطح کردیم سطح طلایی و سطح الماس خب استریمر که سطح طلایی قرار میگیرن همون ویژگی هایی که سطح استریمر برگزیده داشتن, داشتن, رو دارن, دارن و سطح الماس در واقع سطح جدیدیه که اضافه شده و توی فاز اول حالا در تو بحث های مالی بیشتر حمایت میشن از سمت آپارات ولی توی آینده برنامه های خیلی ویژه تری برای سطح الماس داریم فکر میکنم همه موارد رو گفتم ولی میخوام اینجا از فصل دوم شروع بکنم به که از سال 99 آره ببینیم شروع چه بکنیم. خبر بود یه باز زمانی تقریبا 14-15 ماهه میشه از فصل دوم تا فصل سوم آپارات گیم و ببینیم چه خبر بود و چیکار رو کردیم تو این مدت فصل دوم ما آذر 98 لانچ کردیم و اونجا بود که ده تا تغییر خیلی مهم و تو سیستم آپارات گیم اضافه کردیم که مهمتریناش اشتراک بود و سیستم ضد تقلب و اون پنل آمار پیشرفته و اون تغییراتی که توی نمایش نحوه در واقع استریم ها و بازی ها داشتیم و ادمین چت اضافه شد، اپمون بروز شد اینا در واقع مجموعه آپدیت بود که تو فصل دوم اضافه, اضافه شد ولی خب یه نکته که خیلی مهمه که کاربرامون بدونن اونم اینه که ما از فصل دوم تا فصل سوم که یه بازه 15 ماهه بود اگه اشتباه نکنم بره. کلی آپدیت ریز درشت دیگه داشتیم من میخوام شروع بکنم یه سری از این آپدیت ها رو در واقع به صورت خلاصه, خلاصه توی پکیج بهتون بگم که در جریان باشین شما هم و یه در واقع خاطرات ریویو بشه حال معروف توی قسمت چتمون ما چند تا تغییر خیلی مهم داشتیم اگه اشتباه نکنم حدود 20 تا مورد دایدن. فقط تغییر داشتیم و آپدیت های مختلف که تو این بازی زمانی اضافه شد مهمتریناش ربات چت بود اون بخش ادمین چت که اضافه شد توی فصل دوم ما اومدیم در واقع موارد بیشتر رو بهش اضافه کردیم و خب از این بعد استریمرها میتونستن دسترسی تعیین کنن برای هر کدوم از ادمیناشون و در واقع عملکرد ادمین ها هم میتونستن رصد بکنن خب خیلی مشکل داشتن میگفتن که ما نمیدونیم ادمینمون داره کار میکنه و این قابلیت در واقع اضافه شد یکی دیگه از مهمترین موارد این بود که نمایش بدیم کاربرهایی که توی چت هستن کیا هستن یکی از مهمترین قابلیت ها هستش برای اینکه ببینیم ادمین چت داریم یا نداریم دقیقا و حالا موارد دیگه ای بود مثل مثلا که یه مشکلی که خیلی از کاربرا داشتن این بود که کاربرا میتونستن بیان اکانت های فیک درست بکنن و خب حالا به قول معروف اذیت بکنن, عذیت رو عذیت بکنن برای رو. برای ما آه. در واقع اومدیم این فیچر رو اضافه کردیم که کاربر بتونه فقط کسایی که شماره تلفنشون تایید شدن و اجازه بده که چت بکنن یه سیستمی اضافه کردیم که به صورت اتوماتیک میاد کلمات نامناسب رو حذف میکنه از توی چت یا حتی خود استریمر میتونه تعریف بکنه که کلمات هایلایت بشن و ادمین ها تصمیم بگیرن که حذف بشن یا نشن تاخیر توی چت رو اضافه کردیم که خب استریمر میتونه دسترسی ایجاد بکنه اطلاعیه چت اضافه شد که خب میتونستن مواردی که براشون خیلی مهمه مثل قوانین چت یا اون حالا اطلاع رسانی هایی که لازم بود اونجا استفاده بکنن ایموجی های اختصاصی خود آپارات اومد بالا شدن. که اون ایموجی هم خیلی اه. کارکتره جالبی دارم من خب خیلی خودم دوستشون دارم منشن اضافه شده بود تو فصل دوم و در واقع تکمیلتر شد، الان در واقع منشنمون با زدن مثلا ادساین به لیست کاربره که توی چت حاضر هستند دسترسی پیدا میکنیم توی بخش مانیتورینگ، خب قبلا پیام ممکن بود دوستان ناظرمون پیام بدن گم بشه الان در واقع میاد پین میشه و به صورت خصوصی هم پیام ها میره، این نکته خیلی مهمیه که خیلی از استریمرها میگن که چرا فقط داریم به ما در واقع اختار میدین اینجوری نیستش به می همه می در واقع <applause> <applause> بقیه در <دقیقا. تصفيق> <اختار> واقع <ها گیه تصفيق> این از بخش, بخش چت بود یه چند تا در واقع آپدیت مهم دیگه داشتیم که در واقع اشتراک هدیه امسال اضافه شد اوایل امسال بوده دی اضافه شد و خیلی تاثیر گذاشت توی در واقع تعداد فروش اشتراک, اشتراک های هر بوده از استریمر ها خب نشانه وی آی پی اواخر امسال اضافه شد توی صفحه خود استریم ما یه سری تغییرات داشتیم مثل اضافه شدن مدت زمانی که استریمر در واقع آنلاین هستش توضیحات پخش زنده مارکدان در واقع اضافه شده بود که میتونستم به کود نویسی اون در واقع زیر استریمشون رو تعظیم بکنن ولی خب ما دوباره یه سیستم دیگه اضافه کردیم که میتونن بدون نیاز به کود مستقیم نویسی مستقیم, استفاده, بکنن از طریق پنلی که در گذاشته شد شده. شده و خب حالا موارد دیگه ای هم بوده مثل اینکه تایمر اضافه شد و یکی از جالبترین چیزهایی که ما نداشتیم و شاید خیلی بدیهیه برای داشتن در واقع توی یه پلتفرم لایو اینه که استریم ها وقتی که شروع میشن بلافاصله باید برای همه کسایی که توی اون صفحه هستن شروع بشن و موقعی که تموم میشن هم تموم, بشن بشه. ما قبلا اینو نداشتیم ولی خب امسال اینو اضافه کردیم بدون نیاز به رفرش در بله فروخ Uh, چندتا امکان مهم هم هستش که uh, در واقع باید بگم اینا رو حتما اسکواد استریمینگ بود uh, من امیدوارم که این بیشتر جا بیفته من خیلی کم دارم میبینم که بچه های استریمر برگزیدم و اینا استفاده بکنن uh, میخوام که در واقع استفاده بکنین از این uh, در واقع سرویس uh, امکان ریت هستش که خب این خیلی مورد استبال قرار گرفته نمودار بازدید ها اضافه شد که میتونه در واقع استریمر توی اون بخش آمار ببینه که توی اون مدت زمانی که استریم کرده کجاها در واقع چه تغییراتی داشته توی تعداد بیننده هاش یه سری اقدام های حمایتی هم داشتیم مثل اضافه شدن ردیف استریمر های در حال پیشرفت که خب این خیلی تاثیرگذار بود برای کسایی که تازه استریم رو شروع کرده بودن و میخواستن دیده بشن دقیقا اینا تمام مباحث فنی بود آزمایش پخش زنده رو یادم رفت بگم که در واقع یه ابزاریه که کمک میکنه به کسایی که تازه میخوان استریم رو شروع بکنن و خیلی شاید بلد نباشن که چجوری استریم بکنن تنظیماتشون رو چجوری قرار بدن و اونجا میتونن از این سرویس استفاده بکنن که بهترین کیفیت رو ارائه بدن بر اساس سیستمی س... که دارن و, و اینترنتشون دقیقاً سرعت اینترنت اه... خب توی بخش پشتیبانی ما یه سری تغییرات داشتیم توی بخش مانیتورینگ هم یه سری تغییرات دیگه داشتیم توی مانیتورینگ خب مانیتورینگمون رو گسترده تر کردیم 24 ساعته 7 روز هفته 365 روز سال در واقع همه پخش زنده های آپارات حالا چه گیم چه دستبندی های غیر گیمی داره رسد میشه توی بخش پشتیبانی که این خیلی سمت کاربرا در واقع کمک کننده بوده علاوه بر اون ربات چتی که ما پارسال اضافه کردیم به سیستم پشتیبانی آنلاینمون الان سیستم پشتیبانی 15 ساعته داریم که از 9 صبح تا 12 شب در واقع در خدمت کاربرا هستن و پاسخگو سوالاتشون هستن تک به تک سوالا در واقع بررسی میشه پیام ها متناسب باهاش در واقع ارسال میشه توسط اپراتورا. ما اومدیم در واقع توی سیستم پشتیبانیمون یه هلپ سنتری رو به آپارات اضافه کردیم که یکی از مهمترین بخش های اون هلپ سنتر بخش مقالات آموزشی مرتبط با پخش زنده بوده سی و تا الان مقاله داریم تو این رابطه که اونجا خیلی کمک میکنه برای کسایی که سوال دارن یا مثلا میخوان شروع بکنن یا براشون مشکلی پیش اومده اونجا مقالات خیلی با تفصیل و با اسکرین شات در واقع اومده و قراره که بهش ویدیو هم اضافه بشه تو سال آینده یا آکادمی خیلی در خوبه برای اونایی دقیقا. که رو شروع بکنن این در واقع همه مباحث فنیمون بود یه سری فعالیت های مارکتینگی هم داشتیم فعالیت هایی که در واقع کمک میکرد که آپارات گیم بیشتر شناخته بشه با شیوع ویروس کرونا ما یه کمپینی رو استارت کردیم با کمک استریمر های در واقع آپارات و دوستان خیلی خوب مشارکت کردن اومدن در واقع تو این کمپین شرکت کردن کمپین ماسک بزنیم بود که در واقع یک هفته به طول انجامید و خیلی از استریمرها من دیدم با ماسک برای اینکه فرهنگ سازی دقیقا. بکنن دقیقا. 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 ما و ما ممنونم از ازشون خیلی واقعا کمک اون کردن که اینو جا بندازیم و هنوزم ماسک بزنید چون هنوز کرونا هستش دقیقا امیدواریم که سال آینده نباشه نباشه ولی خب فعلا <تصفح> که هست. هست و ماسکو بزنید توی فعالیت های در واقع رویدادهایی که مرتبط با حوزه گیم بود ما چهار تا رویداد مهم داشتیم ویگما بود که جشنواره منتقدان بازی ویدیویی بود اولین جشنوارهش هم بود که تو همین استودیوی آپارات هم در واقع پخش زندهش انجام اینا. شد امیدواریم سالهای بعد هم این در واقع جشنواره ادامه پیدا کنه جشنواره بازی جدی بود گیم گپ بود که مجموعه در واقع رویدادهایی هستش که مرتبط با صنعت بازیسازی توی ایرانه و آی جی سی هم که در واقع پارسال ما حامیش بودیم این چهار تا رویداد رو ما به عنوان در واقع اسپانسر اصلی رویدادهای های گیمی کشور حضور داشتیم دو تا مسابقه تابستانی داشتیم اولین دوره مسابقه ورزش های الکترونیک بود که توی رشته فیفا, 20 برگزار شد خیلی استقبال خوبی بود تعداد ثبت نام کننده ها فکر می کنم توی حوزه آنلاین توی ای اسپورت تو ایران رکورد زد و خب ما در واقع یه اختتامیه خیلی جذاب و تو سطح جهانی هم برگزار کردیم <applause> البته که کموکاستی هایی داشت ولی خب ما سعی کردیم که بهترین اونو در واقع ارائه بدیم امیدواریم که تو سالهای آینده امکانش باشه که دقیقا بهتر دومین دوره مسابقه استریمر برگزیده سال برگزار شد در واقع تو مجموع این دوتا مسابقه ما 125 میلیون تومن جایزه اهدا اه اه کردیم به برنده های دوتا مسابقه و امیدوارم که تو سال آینده تو تابستون این دوتا مسابقه رو ادامه دار داشته باشیم و خیلی جذابتر از سالهای گذشته چند تا چیز مورد کوچیک دیگه هم هستش البته اصلا کوچیک نبودم ولی من میخوام خیلی سریع از روش رد چون خیلی فکر میکنم تایم نداریم بحث اینستاگراممون بود که ما این 300 درصدی رو توی تعداد دنبال کننده تجربه کردیم توی سال گذشته به خاطر اینکه ما اومدیم و شروع کردیم به تولید محتوا که اکثر کاراش هم خود دانیال زحمت کشیدی و خب توی محتوای آموزشی برای هم استریمر ها هم در واقع بینندگان و هم در واقع دلید. تولید کنندگان محتوای ویدیویی محتوا رو سلیقه ها رو در نظر بگیریم او... در واقع رشته مطالبی رو تولید کردیم که هم فرهنگ سازی باشه هم بتونیم کمک بکنیم برای کسایی که میخوان وارد این حوزه بشن یا وارد این حوزه شدن و نیاز در واقع به آموزش های بیشتر داره خب موارد دیگه مثل اخبار، معرفی بازی ها، استوری های حالا در واقع سرگم کننده و بیشتر در واقع آموزشی هم قرار دادیم کلی هم مسابقه داشتیم دیگه تقریبا ما هر دو هفته یک بار سالی که گذشت مسابقه, مسابقه داشتیم. داشتیم و حالا توی یه سری از مسابقه همون اومدیم اشتراک هدیه دادیم یه سری دیگه بازی اومدیم جوایز دیگه هم داشتیم دقیقا تولید در واقع دو تا کار اتفاق خیلی مهمه دیگه افتاد یکی بلاگ آپارات گیم بود که امسال بلاگ آپارات گیم هم با روی کرده در واقع هم حمایتی برای استریمرها هم مطالب آموزشی. و در واقع پوشش اخبار به صورت مفصل تر آغاز به کار کرد آپارات گیم شو هم که خب از قسمت اول تا الان در خدمتتون بودیم اینم یکی دیگه از کارهایی بود که توی حوزه گیم آپارات انجام داد و آخرین کمپینمون هم مربوط به کمپین اشتراک بارون بود که توی ابتدای اسفند اسفن امسال در واقع شد. شد استقبال خیلی خوب آره خیلی استقبال فوق بود فوق خیلی بود واقعا ازش بود من فکر می‌کنم یه حمایت دو چندان از استریمرها شد توی اون کمپین در واقع آپارات با صرف نظر کردن از اون سهمی که داشت سعی کرد که بیشترین در واقع کمک رو بکنه برای جذب حمایت های مردمی از استریمر ها و امیدواریم که حالا این کمپین ها این فعالیت ها و این آپدیت ها سال آینده دو چندان بشه ایوان. و آپارات گیم به این رشدی که در واقع داره بیشتر ادامه بده و جاهای خوب خوب ببینیم خیلی, خیلی هم عالی اگه نظری انتقادی پیشنهادی چیزی هم دارید در رابطه با روند فعالیت آپارات حتما حتما به ما بگید اکثر این آپدیت هایی که الان راجعشون صحبت کردیم بر اساس بازخورد های خود شما ها و بینندگان محترم بوده یعنی شما خودتون به عنوان افرادی که دارید از این سرویس استفاده میکنید یه جورایی بهترین سنگ محک برای ما هستید که ببینید ما کجا کم و کاستی داریم کجا عملکردمون خوب بوده و باید چه نواقصی رو برطرف بکنیم و چه ویژگاهی رو اضافه بکنیم بنابراین تعارف نداشته باشید با ما هم از طریق اینستاگرام میتونید با ما در ارتباط باشید هم میتونید به لایو ایمیل بزنید و پیشنهادتون رو بگید و هم پشتیبانی پخش زنده آپارات هست و از همه این طریق هایی که گفتیم بهتون میتونید نظرات و انتقادات و رو ما بگیرید آقای احمدی سخن پایانی چیزی هست؟ نه مرسی امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشیم برای همه مردم ایران مخصوصا برای گیمرا امیدوارم که اتفاقای خیلی خوبی تو گیم بیفته. صنعت گیم تو ایران یه رشد دو بکنه هم تو بازی سازی هم تو استریم هم تو تولید محتوای ویدیویی از همه و هم تو مسابقات ورزشی الکترونیک امیدوارم که تو این چهارتا خیلی بیشتر بهتر کنیم مورد نیست مرسی خواهش میکنم خیلی ممنون که وقتتون به ما دادید بریم یه آیتم ببینیم برمیگردیم من و امیرالی درت 5 رو داریم آیتم معرفی بازی ایت تیکس توه که تو فروردین نرزه میشه خیلی هم بازی خفنی حتما حتما تماشا بکنید میریم خیلی زود برمیگردیم